با تداوم حملات ائتلاف تحت رهبری عربستان به یمن، 57 سازمان حقوق بشری با ارائه درخواستی به شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار تحقیق مستقل درباره جنایات و نقض قوانین بین المللی در یمن شدند. به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره، سازمان دیدبان حقوق بشر به همراه 56 سازمان غیر دولتی و بین المللی در درخواست خود از نمایندگان کشورهای عضو و ناظر شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهان تحقیقات بین المللی مستقل درباره جنایات صورت گرفته در یمن شدند. این سازمان ها تأکید کردند که نقض خطرناک قوانین حقوق بشر و قوانین بشر دوستانه بین المللی در یمن صورت می گیرد. جان فیشر، مدیر دفتر سازمان دیدبان حقوق بشر در ژنو گفت حمایت جدی از اجرای تحقیق بین المللی در خصوص موارد نقض حقوق بشر و قوانین بین المللی در یمن امروز قوی تر از هر زمان دیگر است. وی از کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست تا به فشارهای سیاسی تن ندهند. فیشر افزود این کشورها دو بار به فشار ائتلاف تحت رهبری عربستان تن دادند و موضعی اصولی در برابر جنایت‌های جنگی مکرر در یمن اتخاذ نکردند. گفتنی است در پی جدیدترین جنایت ائتلاف به رهبری عربستان در روز جمعه در منطقه فجعتان واقع در جنوب یمن این درخواست مطرح شده است. در حمله جنگنده‌های ائتلاف به این منطقه 14 غیر نظامی یمنی از جمله 5 کودک شهید شدند. همزمان صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف نیز اعلام کرده است که در سایه جنگ یمن 4,500,000 دانش آموز از رفتن به مدرسه محروم شدند.